کلاپای افقی هم ما در مورد صحبت کردیم که حداقل 4 گوشه قرار بگیرن و در گوشه ها قرار داشتن و انتهای آنها به نحو مناسبی با خامودها میتونیم صورت مفتول مهارشون بکنیم. اگر عرض مقطع کلاپ برابر با 35 سانتی یا بیشتر باشد، تعداد میلیگرد ها به 6 تا بیشتر افزایش داده میشه که اینا رو این بند دقیقاً تو کلاف های افقی هم داشتیم، به طوری که فاصله هر 2 میلیگرد مجاورم از 25 سانتی متر بیشتر نباشه. پس نهایت فاصله میلیگرد ها هم نهایتاً باید 25 سانتی متر باشه که باز این قسمت هم در کلاف افقی داشتیم. پس شباهت ها رو داریم میبینیم فعلا. میلیگرد های اصلی باید با تنک های به قطر حداقل 6 میلیمتر به دیگر بسته شوند که باز در کلاف افقی ما همینو میگفتیم. پس خامود ها حداقل باید 6 میلیمتر باشند که از خامود 6 یا 8 بهتر استفاده بکنیم. باز 6 میلیمتر خامودی مناسبی هستش فکر میکنم چون سازه های مثال بنایی نیروهای خیلی زیادی رو تحمل نمیکنه، میلیگرد 6 به لحاظ شکل پذیری مناسب تر است، ولی میلیگرد 8 هم شما میتونید استفاده بکنید. میلیگرد 6 و 8 همونطور که بارها گفتیم مزیتش اینه که با دست خم میشه و هر زاویه که شما بخواید تبدیل میشه و این چون زاویه 135 درجه ما نیاز داریم، میلیگرد 6 باز ارجحیت داره. حد اکثر فاصله قائم تنک از یکدیگر باید مساوی عرض مقطع کلاف یا 25 سانتی متر هر کدوم که کمتر باشه. خب اینو باز ما در بندهای کلاف افقی داشتیم که گفته فاصله های قائم، اونجا فاصله های افقی میگفتیم، اینجا فاصله های قائم باید یا 25 یا عدد 25 یا عرض مقطع هر کدوم که کمتر بود و فاصله ها به اون صورت چیده بشه. اما در ناحیه های اتصال به کلاف افقی یا کلا اتصالات که ناحیه بحرانی حساب میشه، اون نواحی، این نواحی باید در واقع جوری خامود گذاری بشن که خامودها در فاصله های 15 سانتی متر نسبت به هم قرار بگیرن، یعنی فاصله های 25 سانتی متر بره برسه به فاصله های 15 سانتی متر، چون این نواحی یه مقدار به لحاظ لرزه‌ای خطرناک ترن و این نواحی انتظار میره که مقدار کیفیت بتون کمتری داشته، چون بتون که از بالا ریخته میشه برای کلافای قائم این مقدار در پای ستون انگار بیشتر شیره بتون قرار داره تا سنگ دانه، برای همین خامود گذاری ها باید جوری باشه که این مقدار ضعف بتون در اونجا پوشش داده بشه. برای همینه که میگن در نواحی اتصالی مقدار خامود گذاری ها به هم نزدیک بشن و دلیل آیین نامه به این صورت هستش. مورد بعدی، طول ناحیه بحرانی در کلاف قائم از بر داخلی کلاف افقی محاسبه میشه و باید با بزرگترین مقادیر زیر در نظر گرفته بشه. در ناحیه بحرانی اگه در مورد کلاف افقی صحبت بکنیم ببینید که 45 سانتی متر هستش، اما ناحیه بحران در کلاف قائم چند تا بند داره که الف و ب هستش که اینجا ما آوردیم و باید هر کدومش که بزرگتر بود اون ناحیه بشه ناحیه بحرانی. 1/5 فاصله محور تا محور کلافای افقی بالا و پایین دیوار الف، 1/5 فاصله محور تا محور کلافای افقی بالا و پایین دیوار بنایی، که حالا مثلا اگه سمت در نظر بگیریم 1/5 بوده 60 سانتی متر میشه، یا 2 برابر ضخامت کلاف قائم در راستای عمود بر دیوار. راستای دیوار شما در نظر بگیرید، راستای عمود بر دیوار رو در نظر بگیرید، 2 برابر این ضخامت، که این ضخامت هم با توجه به اینکه هیچ کدوم از ابعاد کلاف قائم کمتر از 20 سانتی متر نیست، 2 برابرش هم کمتر از 40 سانتی متر نیست، پس حدود 40-50 سانتی متر، اونم حدود میتونه 50-60 سانتی متر باشه. بند الف اینجا داره میگه هر کدوم بیشتر بود به عنوان ناحیه بحرانی برای کلاف قائم در نظرش بگیریم و در اون ناحیه بحرانی خامودها رو 15 سانتی متر در الیویشن بچین. مورد هشتم، در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کلاف ها به یکدیگر وصل میلگرد
không đòi đi pha nước là biết tỉnh rồi. Hôm qua không đòi con đi pha nước là biết tỉnh rồi.